محسن محمدی نیا روانشناس متخصص روابط زوجین با بیش از 20 سال سابقه در امور مشاوره خانواده و درمان مشکلات روحی عاطفی صبح بالنده شما به خیر عزیزان امروز بحث بسیار مهم و جالبی داریم تحت عنوان غرور افرادی که دارای غرور و نخفت بالایی هستند چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند اینها این, این ویژگی ها و خصوصیات رو خیلی سریع میگذریم و میپردازیم به ریشه های غرور و از همه مهمتر اینکه با چه شیوه هایی باید با این افراد برخورد کنیم نظر متخصصین رو در مورد روش های برخورد با این افراد و شیوه هایی که میتونیم به این افراد کمک بکنیم تا بتونن واقع بین باشن میپردازیم افراد مغرور در علم روانشناسی بیشتر تحت عنوان افراد خودشیفته شناخته میشن افراد خودشیفته رو به طور کلی به دو دسته تقسیم میکنن خودشیفته های یا آبلویوس در واقع خودشیفته های سرمست و بیخبر هستن و دوم خودشیفته های یا آسیب پذیر شکننده که تحت عنوان خودشیفته های افراد مقرور پوست نازک هم قلمداد میکنن اینها رو همونجوری که در بحث های گذشته داشتیم یکی از ویژگی هایی که این افراد دارن اینه که فوقلاده سرسختن در پذیرش انتقاد انتقاد ناپذیرن، حس مالکیت دارن میخوان حرف حرف خودشون باشه افراد تهاجمی هستند به شدت نیازمند تعریف و تمجیدن حتما باید دائما اونها رو ستایش بکنی حالت خودخواهی دارن اصلا از شرایط شما یه جورایی میشه گفت خبر ندارن بی خبرن از شما اصلا نمیخوان بفهمن بدونن که بر شما چه چیزهایی داره میگذره و قدرت همدلی ندارن در واقع کسایی که با اینها ازدواج میکنن باید عشق تعطیل بشه اعتماد به نفس اینها رو میگیرن این, این افراد عزت نفسشون از دست میدن خودشون رو گم میکنن تو ارتباط با اینها و خیلی آسیب میبینن کسایی که در ارتباط با افراد مغرور و افراد خودشیفته هستن اما چرا این افراد دچار خودشیفتگی میشن و این غرور و نخوت بالا آید اینها میشه چرا دارای این صفتن واقعا تحقیقاتی که در مورد این افراد انجام شده دیدن این که به سه دلیل اصلی اینها دوچار خودشیفتگی و غرور میشن یکی از اونها از دلایل این ماجرا تربیت عزیز دوردونه و ناز است بچه هایی که خیلی امکانات زیر دستشون ریخته میشه حالا ممکنه بچه های تک فرزند اینطوری بشن البته از اون برم من دیدم افتادن یعنی پدر که یه فرزند تک دارن تک فرزند دارن در واقع و برای اینکه این بچه لوس و نور نشه از اون ور میفتن این خیلی محرومش میکنن خیلی تحت فشار میذارن محرومیت های مصنوعی بیش از حد ایجاد میکنن به هر حال اینا به قول یا از این ور بوم میفتن یا از اون ور بوم میفتن در تحقیقاتی که یکی از دانشمندان به نام ادی براون انجام داده و همینطور یه دانشمند دیگه از دانشگاه کلوبوس و دانشمند دیگه از دانشگاه آمستردام این تحقیقات رو انجام دادن میگن که مشکل دنیای غرب الان بچه های مغروریه که تحویل جامعه داده شده یعنی ما با خود بزرگ بینی و غرور بچه ها مواجه هستیم چرا به خاطر اینکه پدر مادرها اینا انقدر گفتن تو فوق العاده ای تو استثنایی هستی تو بی‌نظیری تو نمیدونم درجه که بهترینی نامبروانی پرفکتی کاملی باهوشترینی خوشگلترینی خوشگل انقدر از این ترینه ها بستن به این بچه ها تو خیلی فوق العاده ای که این بچه به قولی توهم برش داشته یعنی واقعا باور شده که این آدم یه موجود استثنایی مثلا یکی از مادرها اومده بود مشاوره پیش من میگفتش که من وقتی شنیدم که بچم مدرسه تیز حوشان قبول شده یک شبانه روز فقط گریه میکردم باور کنید اشک چشام خوش شد گفتم چرا خب همه خوشحال میشن وقتی که بینم بچه‌شون مثلا مدرسه تیز حوشان قبول شده یا یه موفقیت بزرگی به دست آورده میگفتش که نه این بچه انقدر مغروره و خیلی گستاخ این بچه مثلا پدر که سر نماز بوده جانماز اینو برداشته با لگت از پشت زده پدر بزرگ انداخته رو جانماز که چرا مثلا تو جانماز منو برداشته خیلی بچه گستاخ مغرور خب به قول خود این مادر میگو خودم کردم که لعنت بر خودم باد برحال یا اینها تربیت عزیز دردونه دارن خیلی به اینها پروبال میدن و اه... نشسته مثلا کنترل بده آب بیار غذا بیار نمیدونم همه میارن غذاشو میخوره بعد بعد بیان جمع کنن دست میزنه کنیزکان بیان مثلا برخصن بیان جمع کنید سفره رو ببرید یعنی دیگه واسه خودشون سلطانی دیگه انواع لباس های برند کفش نمیدونم وسایل ورزشی اتاق جداگانه همه چی تاپ امکانات در اختیار این افراد رفاه کامه و یه خطرناکه میگیم تربیت عزیز دردانه یا از اونور مادرایی که حتی عرض کردم پدر مادرایی که تک فرزند داشتن برای این ترسیدن از اینکه که بچه خراب بشه اومدن شروع کردن محرومیت های شدید ایجاد کردن حالا مثلا بچه شیر میخواد بهش نمیده نمیدونم جاش کثیفه توجه نمیکنه الان بغل میخواد بغل نمیکنه یکی بخواد بغلش کنه که پررو میشه اینا هم دیگه از اون افتادن یعنی محرومیت های خیلی زیادی این بچه کشیده حالا اون هقارت های رو وقتی بزرگ میشه از این اون میخواد میشه کی؟ میشه هیتلر میشه موسولینی و اینها دیکتاتورهای بزرگی میشن اینها افراد خودشیفته خودشیفته هایی هستن که در واقع اینا بیشتر سرمست و بیخبر هستن تو این دو دسته ای که گفتیم اون دسته ولنریبل اون آسیب پذیرها با آبچینن یعنی اونها هم شیفتن ولی بیشتر میان زیر بال و پر اینها رو میگیرن اینا وقتی مدیر میشن رئیس میشن هر موقعیت و سمتی که پیدا میکنن هر کس رو ببینن از اونها بالاتر بهتره مثلا یه نفر خوش میدرخشه ابتکار داره خلاقیت داره بیشه موافقش داره یه حرفایی میزنه که محبوب میشه سریع زیرا به طرف میزنن خدا شما مثلا حالا به عنوان مثال میگم تو فیلم سربداران توقای دید که یکی از فرمانده ها قدش خیلی بلنده قدش بلندتر از توقای بود گفت گردن اینو بزنید یعنی این این صفتو دارن یا اگه یه نفر ازشون انتقاد کنه سریع تو اون محیط تو اون اداره تمام زیرابشو میزنن به هر اینا رو میگن که مثل یه فردی که یه ماشین از روش رد شده نصف شدن نصف دیگه رو باد کردن که اینها در واقع خودشون باد کردن خودشونو که بتونن یک جلوه عالی تو جامعه داشته باشن مورد پسند باشن خب چیکار باید بکنیم در مورد اینا یکی از چیزایی که باید به اینها بگیم اینه که عزیز من همه عالم به فدای یعنی همه مغرورها به فدای غیر مغرورها عزیز من این که تو بخوای از همه بالاتر باشی تو همه چیز ثابت کنی که تو از همه برتری بالاتری این محبوبیت نمیاره خدا هم آدم های متوسط و دوست رو دوست داره امت وسط رو میپسنده انسان هایی که حد وسط بیشتر هم متوسط خلق کرده دیگه میبینید که تو این منحنی خمه نرمال که ترسی میکنه اکثریت وسط دیگه حالا منظور اینکه که یه سدالی برای اینها بیاریم که اینقدر خودتو با آب آتیش نزن که محبوب بشی با نامبر وان بودن و بهترین بودن و پرفکت بودن سرت کلا میره اینجوری بیشتر از این که با آدم ها نزدیک بشی از آدم ها فاصله میگیری این اولین مسئله دوم چطوری باید با اینها برخورد کرد؟ آها من تو اون ریشه ها و عوامل یه نکته نگفتم. گفتیم یه از این ور میافتن، یا از که اینا مدل دارن. معمولا پدر مغروری دارن. کنیم بحثمون پس سه تا ریشه داشت تربیت عزیز دردونه تربیت رها شده و محرومیت های شدید هقارت های شدید و سوم پدر و مادر های مغرور و مدل های بدی که اینها داشتن حالا چطوری برخورد بکنیم؟ یکی این که به اینها میگیم متوسط بهتره تلاش نکن برای اینکه از همه بخوای بزنی جلو همه رو نابود کنی و که خودت بری بالا دو این که در برابر اینها باید رفتارهای جرأتمندانه داشت یعنی طلب احترام کرد من اجازه بهت نمیدم اینجوری هی hey, دائما میخوای منو تحقیر کنی دائما میخوای منو انتقاد کنی دائما بخوایی به من بدو چون اینا آدمایی یعنی که همه رو ریز میبینن دیگه بالا مغرور همه رو کوچیک میبینن بعد همه رو مسخره میکنن همه تیکه میندازن اگه از یکی تعریف کنی پیششون پوزخند میزنن و یا اصلا مستقیم میگه نه اینجوری هم نیست به حال یکی از راه ها اینه که در برابر اینها رفتارهای جرعتمندانه داشته باشی من اجازه نمیدم باید به من احترام بذاری با من با احترام برخورد کن در واقع آی مسیج میدیم یعنی پیام من دیم. من وقتی تو اینجوری برخورد میکنی خوشم نمیاد دوست ندارم کسی با من اینجوری حرف بزنه احترام خودتو نگه دار به من احترام بذار خب این در واقع دومین چیزی که ما میتونیم در برابر این افراد استفاده بکنیم و کمکشون کنیم که اینها بتونن واقع بینتر باشن در برابر افراد دیگه و جامعه یه سیستم حمایتی برای خودتون درست کنید چون میدونید که اینها قدرت همدلی ندارن اینها حمایت عاطفی نمیکنن محبت و عشق و اینا تعطیل اصلا بخوای بگی مثلا محبت یه هم کنم و اینا لوس خب بنابراین شما نیاز به عاطف و محبت دارید لازمه که دوستانی داشته باشید که با اونها ارتباط سمیمانه داشته باشید بنابراین از اینها طلب محبت نکنید و اینکه سرزنش اینها رو به دل نگیرید باد هواست میگه انگوش بگم اون گوش در کن چون این عادتشه این اصلا خصلتشه پس اینجوری نیست که شما فکر کنید که اینطوری هستید و در واقع شما مشکل دارید نه شما اصلا شاید هیچ مشکلی هم نداشته باشید و سعی کنید که در واقع رو خودتون کار بکنید عزت نفس خودتون تقویت کنید حتما از یه روانشناس کمک بگیرید برای اینکه این افراد خیلی له میکنن داغون میکنن برید پیش یه روانشناس صحبت کنید و این, رو... این فردا تقویت کنید تشویقش کنید که برید پیش روانشناس و مشاور و صادقانه بشینه حرف زمان من این مشکل رو دارم حالا دست خودش که نبوده خیلی از اینها از دوران کودکی هزار یک مشکل پیش اومده به حال امیدوارم که همه ما افرادی متواضع فروتن و دارای تواضع و فروتنی باشیم و در زندگی تواضع و فروتنی رو پیش بگیریم میگن هر چقدر درخت پربارتر باشه متواضع و در واقع میوه های پربارتری داره سنگینتره شاخههاش هاش در واقع به زیره روزی سرشار است انرژی و حرکت و عشق و امید براتون آرزو مندم سرفراز و پیروز باشیم مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی موین برگزار می کند دوره ای انسان آرام این دوره بر مبنای تطبیق تئوری موج سوم اکت تکنیک ای افتی و آلایش روانی برگزار خواهد شد دوره شخصیت شناسی خودشناسی و دگرشناسی دوره ی زن کامل متعادل و جذاب دوره ی نوجوان تا دوره ی بهبود و غنیسازی روابط زوجین بازگشت به عشق